با سلام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی کانال یوتیوبی رو راست عزیزان همجور که بهتون قول داده بودیم بار دیگر در خدمت آقای دکتر قاسم نجات هستیم تخصص ایشون در زمینه ارتباطات هستن و استاد دانشگاه هستن و ما از تخصص ایشون استفاده میکنیم در زمینه های مختلف موضوعات رو باز میکنند برای ما و همچنین برای کسانی که بعدا این ویدیوها رو در جاها و شبکه های اجتماعی مختلفی دنبال میکنم سلام از کردم آقای دکتر خدمت شما اول از همه در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به شایعات در شبکه های اجتماعی و شما اونجا به خوبی برای ما توضیح دادید که ما چگونه میتونیم شایعات رو در شبکه های اجتماعی تشخیص بدیم و بفهمیم که اینها حال کارهای پست های درستی یا توییت های درستی یا اخبار درستی نیستن اون رو در جلسه قبل توضیح دادیم حالا سوالی که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم در ارتباط با این موضوع و اینکه آیا چه شرایطی پیش میآید که ما شاید تشخیص ندیم که یک پستی یک خبری یک توییتی شایه است مثلا در مورد اینکه آیا گروه هایی که شبیه هم فکر میکنن آیا اینها میتونن روی مغز کسانی که اونجا ممبر هستن یا عضو هستن اثر بذارن که نتونن تشخیص بدن کدوم پست کدوم خبر کدوم نظر شایع است یا غلطه و اونجا منتقدانه برخورد کنن اگر لطف کنید در این زمینه توضیح بدید خیلی متشکرم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان سلام عرض میکنم بله توضیح خیلی خوبی دارید از صحبت جلسات گذشته ما صحبت کردیم که علاوه بر تمام تکنیک هایی که در مورد مایند کنترل و کنترل از هان عمومی ممکنه وجود داشته باشه یه خطر دیگر وجود داره و اونم پخش شدن اطلاعات غلط یا پخش شدن اطلاعات که به طورت عمدی غلط هست یه وقت صحوان اطلاعات غلط منتقل میشه یه وقت هستش که عمدی هست که بهش میگن میس اینفورمیشن و دیس اینفورمیشن راجع به اینا صحبت کردیم راهش هم این بود که وقتی ما یه خب... این که ما راه اینکه ما در دام این اطلاعات غلط حالا چه عمدی چه صحوی نیفتیم این هستش که به منابع مراجعه بکنیم و اینو مورد بحث و بررسی و با دید انتقادی نگاه بکنیم هر صحبتی که به گوشمون میرسه اطلاعات اخبار رو با منابع موثق چک بکنیم و همیشه این دید انتقادی که انگلیسیش میشه critical thinking غیر از این مثلا انتقاد کردنه دیدی که هر چیزی رو همطوری نمیپذیره با این, با این بریم جلو و مراقب باشیم با اطلاعاتی که به دستمون میرسه حالا یکی از راههایی که بشر بهش رسیده برای اینکه تصمیمات درست بگیره و در دوچار اشتباهات تصمیمگیری نشه تصمیمگیری دست جمعی هستش یعنی تصمیم گیری که در گروه ها صورت بگیره کار رو مثلا به که به یه نفر بسپرن به یه تیم میسپرن در مدیریت مدرن و تو اون تیم سعی میکنن که یعنی مدیر تیم تشکیل دهنده تیم موظفه یا مسئول این هستش که افراد مختلف از با دیدگاه های مختلف تخصصهای های مختلف رو بیاره تو اون تیم قرار بده تا این مسئله از جبه های مختلف دیده بشه یادتون باشه توی صحبت های همون گفتیم که یکی از مشکلات فریمینگ هست و کسی که میخواد فریم بکنه شروع میکنه اون واقعیت خارجی رو نه اینکه دروغ بگه بلکه فقط بعضی از ابعادش رو به ما نشون میده ولی ما میخوایم همه ابعادش رو بفهمیم یه راهش لاستش که تیم ورک، گروه کار تصمیم گیری دست جمعی اینا توی جامعه هم این استراتژی کلی اسمش که وقتی میاد تو جامعه پیاده بشه توی شرکت پیاده بشه یا توی جامعه بزرگتر پیاده بشه بهش میگن دموکراتیک دیسیژن میکینگ تصمیم گیری دموکراتیک که خلاصاش بهش میگن دموکراسی اگه دقت بکنید دموکراسی فرقش با مثلا حکومت تکفردی یک نفر یا اتوکراتیک اتو یعنی یه نفری در مقابل با دموکراتیک دمو یعنی همه مردم این در واقع یه نوع تصمیم گیری دست جمعیه و یکی از دلایلی که تصمیم گیری دموکراتیک بهتر از تصمیم گیری اتوکراتیکه این هستش که یک فرد ممکنه دوچار تمام این مشکلاتی که ما گفتیم بشه دوچاره این بشه که به حقیقت از یک زاویه نگاه کنه بعضی از حقایق اصلا نبینه که بهش گفتیم اجندا ستینگ ممکنه که دوچاره این بشه که نظرات متنوع به دستش نرسه ولی وقتی تصمیم گیری به صورت دموکراتیک انجام بشه یا به صورت تیم حالا توی محیط کوچیک انجام بشه این گارانتی میکنه که اون مشکلاتی که قبلا توی این جلسات قبل اشاره کردیم کمتر به وجود بیاد پس در واقع یکی از دلایلی که مردم میرن به سمت تیم ورک میرن به سمت دموکراتیک دیسیژن تصمیم گیری دموکراتیک این هستش که چندین زاویه دیده میشه مثلا توی جامعه وقتی چندین حزب هست هر کدوم از این حزبها با یه هدفی با یه دیدگاهی میاد جلو و وقتی مثلا مطلب میره توی کنگره یه مملکتی یا میره توی مجمع عمومی یه شرکتی وقتی اونجا تنوع افکار و عقاید بشه نقاط ضعفش قبل از اینکه اجرایی بشه دیده میشه کل هدف و ماجرا و چی میگن اصل فلسفیش اینجاست بگر نه اگر با حکومت یا تصمیم گیری اتوکراتیک همون نتایج حاصل میشد که از تصمیم گیری دموکراتیک حاصل میشد دیگه دلیلی برای دموکراسی وجود نداشت این دلیل اجرایی واسه وجود نداشت ولی خب میدونم میگن آقا این مدیر عامل شرکت اگه یه نفری تصمیم بگیره همه خطراتی که تو جلسات گفتیم گذشته گفتیم تهدیدش میکنه ولی وقتی که مثلا بره تو مجمع عمومی به صورت دموکراتیک تصمیم گیری بشه چهار نفر از دیدگاه مختلف میگن و مسئله چند بودی دیده میشه خب پس حالا این آرزویی است که ما داریم مشکل یک اشکالی است که در دوباره روان انسان وجود داره و این هستش که وقتی مردم در تصمیم گیری های جمعی قرار می گیرن این آرزویی که الان ما به این قشنگی و زیبایی تصویرش کردیم خیلی وقتا محقق نمیشه اسم این مشکل رو گذاشتن گروه زدگی که انگلیسیش میشه گروپ تینگ حالا اسمایی دیگه هم داره گروه اندیشی گروه فکری یعنی نه فکر گروه، فکر گروهی خوبه گروه فکری یعنی, ف... یعنی گروه فکرشو به افراد اون گروه گروه اون فکری که درش غلبه داره مانع از این میشه که افکار متنوعی که ما این همه الان تعریفش کردیم گفتیم چقدر خوب میشه اگر از زوایای مختلف دیده بشه این مورد فشار قرار بگیره و این افکار بروز نکنه این مشکلی هستش که امروز باش میخوایم راجبش صحبت بکنیم که مانع رسیدن ما به اون ایدال های ناشی که دنبال تیم ورک و دموکراسی هستیم رو از بین میبره مانع تصمیم گیری درست میشه و حالا علتش رو اول من خدمت رو عرض میکنم بعد چندین مثال که چجوری این اتفاق افتاده ذکر میکنم و در نهایت ببینیم چه راه هم برای این پیش بینی شده که به این دام که یکی, یکی از دام ها هست ما نیافتیم یکی از چیزایی که انسان ها جزو دی حالا میتونیم بگیم فطرتشونه ساختارشونه این هستش که انسان ها دنبال هماهنگی هستن یعنی همطور که ما گفتیم تنوع افکار رو دوست داریم برای اینکه حقیقت رو از زوایای مختلف ببینیم واقعیت خارجی رو درست لمس بکنیم از اون طرف در مقابل اون انسان ها یه علاقه دارن به کانفورمیتی یعنی همگونی و شبیه هم شدن و کلا خوششون میاد تا مثلا میگن موقع مصاحبه طوری لباس بپوشین که اون طرفی که داره با شما مصاحبه میکنه لباس پوشیده باشه چون این یا اه، اه، سعی کنین که شبیه اون محیط باشین میریم مثلا توی محیطی که میخوان استخدام بکنن اگر همه شلوار جین میپوشن شما کراوات نذاری بری اگر همه کراوات بذارن شما شلوار جین پوشی بری این نه منطقی باشه ها شما اگه متخصص یه کاری هستی با هر شلواری که اونجا بری فرض کن اگر مهندس برنامه نویس هستی خب اون برنامه تو درست می نویسی ولی این ناخداگاه وجود داره این علاقه به همگونی و همونطور که موقع مصاحبه ممکنه باعث تصمیمی غلط بشه یعنی اون مصاحبه کننده طرف رو می بینه می بینه که این یه تیپ دیگه است با تیپی که مثلا ما تو این شرکت می گردیم. از اون همه استعداد و فران خودشو محروم بکنه به خاطر یه چیز که هیچ ربطی نداره ولی این اتفاق میفته اینه مم. که این چیز خواسته ای نیست که ما بگیم کانفرمیتی یه چیزیست که خوبه ولی اگرم انکارش بکنیم خودمونو گول زدیم مردم از کسایی که مثلا شما موسیقی باروک کلاسیک دوست داری یکی دیگر میبینی موسیقی باروک کلاسیک دوست داره خوشتون این این شبیه شبیه بودن رو هم ما دنبالش هستیم این یک کمی مشکل ایجاد میکنه برای اون هدفی که جای دیگه ما برای تصمیم گیری درست به دایورسیتی نیاز داریم و این در واقع این اختلاف بین این دوتا نیا نیاز واقعی ما در تصمیم گیری درست و این نیاز نچرال ما که هر کسی شبیه خودش رو بیشتر دوست داره و انگلیسیش میشه conformity of viewpoints در واقع حالا یک وقتی انسان ها تکی هستن که خب این وجود داره و چیزایی که نزدیک به خودشون هست رو بیشتر ازش لذت میبرن خوششون میاد یه سری چیز دیگه هم هست وقتی که انسان ها در جمع قرار میگیرن بر اون ماجرا اضافه میشه یکیش از پیر پرشر یا فشار از طرف هم سانان همگنان هم گروهان یعنی فرض کنید توی کلاس یه 20 تا 30 تا شاگرد هستن یکی با اونای دیگه متفاوته این اطرافیان حتی اگر که اه, زوری به این فرد نیارن یعنی خیلی انسانهای وارسته و متقی و پریزکاری هم باشن ولی همطور که اون کسی که اون فرد نشسته این وسط میبینه همه اونای دیگه یه جور دیگن این یه جور دیگه فکر میکنه یا یه جور دیگه رفتار میکنه یا یه جور دیگه هست مثل مایستی کوچولو این اه, یه فشاری روش قرار میگیره که مثل اونا بشه یعنی این پیر پرشر فشار هم سران نه همسرا یعنی کسایی که هم همدم آدم هستن فشار همدم ها باعث این میشه که طرف کانفرم بکنه خودش رو سعی کنه مثل اونا بکنه و تو این چیز واقعیه و یه چیز دیگر نیست که در گروه ها انگلیسیش میشه گروپ کوهسیونس گروه ها دوست ندارن یه کسی وسطش ساز مخالف بزنه نه تصمیم گیرنده ها فرق اعضای گروه مثلا رفتین توی یه مهمونی یا توی اداره داریم با هم کار میکنین بیشتر دوست دارن که همه با هم دیگه همسان و همگن و اینا باشن اگر هم که فکر کنیم این که خب آره چیز بعدی هم نیست اگه همه با هم همگن هم هم باشن همگنی هم خوبه و اینا ولی خب این وجود داره در گروه ها دوست دارن که با هم دیگه همگیم باشن ولی دوباره هدف اصلی رو فراموش نکنیم ما اول صحبت بود خواستیم تیم ورک درست کنیم دموکراسی درست کنیم که نظرات مختلف دیده بشه اگه بود که همه نظرات این هم باشه که اصلا نمیرفتیم دوباره دموکراسی و تیم ورک یه نفری کار رو انجام میدادیم ولی یه نفر رو تعیین میکردیم بقیه میشدن کارمندش اون سیستم توی مدیریت بله ما همیشه سازمان ها از تعداد مختلف اعضا تشکیل شده توی سیستم اتوکراتیک یه مدیر داریم کارمندان رو زیر دستان توی سیستم تیم ورک اینا دور هم میشن همه با همدیگه دیگه فکراشون رو بریزن رو هم دیگه این با این علاقه ای ما به کوهسیونس یعنی همچسب بودن گروه و مثل هم بودن دوچار اختلاف میشه ما هر دوی این نیازها رو همزمان داریم یک چیز دیگه در در واقع روان انسان هست و اون بهش میگن انگلیسیش میشه confirmation bias یعنی گرایش به تاییدگیری. من یه چیزی رو که الان دارم به شما میگم بیشتر خوشم میاد که شما حرف منو بپذیرین و تایید بکنین تا رد بکنین اینا خیلی چیز طبیعیه یعنی به قول معروف راکت ساینس نیست که حالا من یه که میگم خوشم میاد که دیگران تاییدش بکنن تا ردش بکنن ما یک سوگیری داریم به سمت اینکه یه حرفی رو که میزنیم تایید بشه خب این چه خودش رو توی کار گروهی نشون میده شما توی گروهی نشستین و میبینین که خب میدونین حدس میزنین حالا اینم دو حالت میتونه داشته باشه که این حدس شما درسته میتونه غلط هم باشه حالا راجع به صحبت میکنیم فرض کنید که به درستی میدونین که نظرات بقیه باشه یعنی اونا نظراتشون همه گفتن شما آخرین نفر هستین که دارین صحبت میکنین در این صورت وقتی میخواین که این نظر خودتون اگه مخالف با اونا باشه مثلا همه میگن به به این در مورد شاتل صورت گرفته یکی از شاتل ها وقتی که میخواستم بفرستنش یک مشکلی داشته توی شیلدش یعنی اون لایه خارجی که موقع برگشت شاتل به کره زمین این حفاظت میشه و وقتی که این شاتل میره در فضا موقع فرستادنش به فضا یکی از اون کاشی های صفال نسوز ازش کرده میشه یا آسیب میبینه بعد وقتی میخواستن این برگرده باید میشستن تحلیل میکردن متخصصین ناسا و غیره و غیره که آقا اینو ما به همین صورت برش گردونیم یا برن یه اسپیس واک بکنن تو فضا خارج شن از این شاتل برن اونجا رو تعمیر کنن بعد بیان تو و خب تو این این تصمیم گیری گروهی میشه مهندس های هوافضا هستن مهندس مکانیک هستن مهندس مواد هستن که این بالاخره چی میشه وقتی برگرده و اونجا این اتفاق افتاده همه یه نظری داشتن و بودن افرادی در اون تیم که فکر میکردن که آقا این اگه الان برگرده این طاقت نمیاره و منفجر میشه ولی مثلا توی گروه 20 نفره مهندسی وقتی که 19 نفر میگن نه دیگه اینطوریش نمیشه این طرف میخوام خودتون رو در اون جا قرار بدین که سر کلاستون یا توی این جلسه تیم تصمیم گیری همه یه فکری میکنن شما یه فکری دیگه میکنین اون لحظه ای که میخواین شما این رو در واقع بگین خب همه دوست دارن وقتی یه حرف رو میذارن پذیرش پیدا بکنه دیگه این مهندسه دو تا آپشن داره یکی اینکه نظرش و مخالفتش رو بگه و از این نترسه که 19 نفر بگن آقا تو داری چرت میگی یارش هم میدونه که چون دوست داره حرف نظرش تایید شه این هم مثل اونایی دیگه بگه بله نه خطر چندانی نداره بیاید و این اتفاق افتاده طرف گفته آقا نه خطر چندانی نداره بیاید من مثلا نظر خاصی ندارم دار طرف این شاتل که برگشته تو فضا منفجر شد و اینا حالا اگه بگردین حتما تو اینترنت پیداش میکنین که این سانهه موقع برگشت شاتل به وجود میاد بعدم تحقیقات نشون میده که این بابا مثلا تو نوتاش نوشته بوده یا گفته بوده که آقا من کانسرن دارم ولی تو اون جلسات ابراز نشده کانسرن این فرد و افراد دیگه ای حالا من دارم چه ش... میگم خیلی ساده سازی میکنم ماجرا رو چون تیمای آنالیست وجود دارن و ولی خلاصه اون نظر بیان نشده و یکی از دلایلش میتونه همین باشه که ما چون دوست داریم نظرمون تایید بشه وقتی میبینیم همه رو با ما مخالفه جرأت و جسارت و هزینه داره دیگه هزینه این که ما یه حرف رو بزنیم که همه دارن ردش میکنن رو حداقل برای رپیوتیشن طرف برای چی میگم برای این آب مثلا آبرو و شخصیت خودش کم ممکنه ببینه که من یه حرفی بزنم همه ردش میکنن این باعث میشه که نزنه حالا این تازه جنبه خوب بشه گاهی اوقات گا توی تیما این اتفاق میفته اصلا این افراد معلوم نیستش که همه ما مخالف نظر من باشن ولی مثلا سه نفر هستن طوری اینو جا انداختن که همه فکر میکنن که فلان نظر چرنده بی ربطه. اگر همه اظهار نظر میکردن میفهمیدیم که اصلا اکثریت نظر منو دارن ها ولی طوری مطرح میشه توی محیط که هر کسی این نظر رو داشته باشه چه نظر ابتدایی و بیارزشیه هنوز و من بشه که آخرین نفر باشم سومین نفرم که میخوام حرف بزنم حالا فکرشو بکنین ولی جو یه طوریست که من فکر میکنم که همه ما مخالفان باز ممکنه نگم این دفعه دیگه بدتر از اون حالت قبلیه یعنی من تنها نیستم اصلا ممکنه نصف بیشتر هم همین نظر رو داشته باشن ولی جو حاکم بر این ارتباطی که داره به این افراد برقرار میشه این حالت وجود فکر کنن که فلان حرف اشتباس باز دوباره اون حرف زده نمیشه این خیلی دیگه خطرناک امیدوارم اینو تونسته باشم که منتقل بکنم که یه وقت هستش که واقعا اکثریت با یه نظری مخالفن هستش که فکر میکنیم که اکثریت با یه نظری مخالفن باز بیانش نمیکنیم بله بله این دیگه بر اساس حدس شخصیه یه حدسی خب نه بر اساس جوی که حاکم میشه حالا توی دموکراسی ها مردم ممکن خیلی نظرات متفاوتی داشته باشن رسانه ها طوری جو رو ایجاد میکنن که آقا شما اگر مثلا به فلان چیز اعتقاد نداری ما رو قرن نوزدهمی اصلا ممکنه پنجا پنج درصد مردم با شما موافق باشن ولی ما چه میدونیم نظر مردم اینجا نشستم تو چه نظر مردم چیه دقت تو جلسه اول اول اولین جلسه که با هم صحبت کردیم رجوعی کردیم که ما واقعیت خارجی رو از طریق رسانه ها به دستمون میرسه من چه میتونن پابلیک اپینیون راجع به فلان مسئله چی هستش رسانه ها به من میگن چیه در نتیجه ممکنه که مثلا در سطح کل جامعه اصلا اکثریت به مخالف باشن ولی رسانه ها طوری القا بکنن که اکثریت فکر رو دارن و نه تنها اون بلکه کسانی که فکری مخالف این دارن آدم های ری... مرتجی و آدم های نفهم و گیجی هستن که از بهشون توجه کرد خود همین جمع گذشته از اینکه واقعیت جامعه چی هستش من, می... من, احساس بکنم که در اقلیت هم احساس بکنم این نظری که من دارم چه نظر احمقانه چه توی به فکر و همچین نظر بیخودی رسیده نگو اصلا این چیزیست که القا شده اصلا اکثریت مردم با من هم نظر باشن ولی من باز دوباره این باعث میشه که وقتی که در یه تیم در قرار دارم وقتی که در یک اظهار نظری قرار دارم نظرم باید نکنم این هستش که الان متوجه میشیم که چرا در خیلی از جاهایی که تصمیم گیری دموکراتیک میخواد صورت بگیره رای رو به صورت مخفیانه میکنه این الان این یه نتیجه تا اینجای صحبتمون چرا توی مثلا مجلس های توی هیئت مدیره شرکا گاهی اوقات میگن این تصمیم گیری با بلند کردن دست گاهی اوقات میگن محرمانه به خاطر اینکه اون تصمیم گیری که حاد باشه طرف ممکنه از ترس همین کانفرمیشن بایاس یعنی این که من دوست دارم که خیت نشم مثلا در اقلیت قرار نگیرم آبروم نره یا فلان اون نظر واقعی خودم رو ابراز نکنم این هستش که این علت محرمانه بودن رأی این هستش که جلوی این کانفرمیشن بایاس رو بگیره و هر کسی جرات بکنه نظر خودش رو بگه حالا این یک نتیجه گیری اینو بذاریم کنار حالا ادامه بدیم یک مسئله که جدیدن مزید بر علت شده این هستش که تا قبل از مثلا سال 2000 رسانه ها خب بودن از قدیم دوباره مرور بکنیم روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و اینترنت و اینا مردم میرفتن و اطلاعات از جا به دست میوردن اگر هم میخواسته این بایاس هایی که یا این گرایش هایی که الان گفتیم به غلط به وجود بیاد که مثلا من یه فکر غلطی بکنم که اکثریت فلان فکر رو دارن و اظهار نظر نکنم و دموکراسیمون خراب بشه نظرات مختلف توش مطرح نشه اینا وجود داشته و توسط رسانه های ارتباط جمعی که انگلیسیش میشه مس میدیا رسانه های گروهی رسانه های ارتباط جمعی اینا این خطر رو ایجاد میکنن از زمان به وجود اومدن سوشال میدیا یا همین رسانه های اجتماعی که مثل فیسبوک و تویتر رو اینا که مردم درش جمع میشن و با هم گفتگو میکنن اینا یه زیر جامعه هایی درش تشکیل میشه که این خطر مشکل گروپتینگ یا همین گروه زدگی رو بیشتر میکنه یعنی حالا اینا تحقیقات نشون داده هم مقاله هایی که در مجلات منتشر شده هم کارهای تحقیقاتی علمی ساینتیفیک روش صورت گرفته که نشون داده شده که توی این محیط های سوشال میدیا فضاهای اجتماعی مردم میرن به این سمت به خاطر همین دلایل مشترکه ما هنوز همون انسان های سابق هستیم با همون مشکلاتی که الان ذکر شد چون دوست دارن یه جایی باشن که همه مثهم هم فکر کنن چون دوست دارن مثلا یه جایی باشن که راحت بتونن حرفاشون رو بزنن بحث نشه از درگیری جلوگیری بشه گروپ کوهسیونس گروه ها با همه با هم شبیه باشن و دردسر مثلا به وجود نیاد اینا نشون داده شد که تو این گروه های اجتماعی بیشتر گروه ها میرن به سمت اینکه افرادی که باهاشون متفاوت اظهار نظر میکنن و پس بزنن یا اون فردی که اظهار نظر متفاوت میکنه احساس ناامنی و ناآرامی میکنه از اون گروه خارج میشه و این گروه ها به سمت گروه های همین کوهسیو یعنی گروه های اینا، افراد عین هم توی گروه میرن جلو و این مسئله بسیار خطرناکیه یعنی اگر که یه گروه و حالا من که خودم این تجربه داشتم دوستان دیگه هم تجربه گفتن ساینتیفیکی هم که نشون داده شده ولی شما خودتون هم اگر که بشینین رجوع به گروه های مثلا تلگرامی و فیسبوکی و اینا که حسین نگاه کنین میبینین که کم کم این گروه ها میرن به سمت این که این هم میشه نظراتی که توشون وجود داره یا اینکه یه دفعه میبینین مثلا سی نفر یه نظر دارن یه نفر یه نظر متفاوت داره اون یه نفر اون کسی هستش که خیلی دیگه پوستش کلفته و میمونه تو اون گروه ها بقیه در اثر حالا هم مشکلاتی که گروه مثل همین گروپ پرشر پیر پرشری که گفتیم گروه روشون فشار میاره یا خودشون مثل حالت همین کانفرمیشن باعث واسه این که مهر گروه رو جلب بکنن به سمت خودشون اصلا نظر نمیکنن حالا چه داخلی باشه چه خارجی باشه بر فردی این اثر باید میشه و این گروه ها میشن شبیه همدیگه و اون وقت نظراتی که تو این گروه ها مطرح میشه هر چقدر به هم دیگه، افرادی که توش هستن شبیه تر این پدیده گروه زدگی توش بیشتر میشه خطرش چیه یه مطلبی بیان میشه افراد همه یا همه نظراتشون عین همه که این مثل همون ماجرای فریمینگ میمونه پنجره بندی که گفتیم فقط از یه زاویه داره تو اون جمع به اون دید نگاه میشه یه نفر یه چیزی میگه اونای دیگه هم میگن به و چه, چه طرف یه چیزی میگه یکی از اعضای گروه بقیه اعضای گروه هم دو تا دیگه مستند در تایید همو حرف هم میذارن خب این به این معنی هستش که ما دوچار همون ماجرای فریمینگ شدیم یعنی یه ده افرادی که عین هم فکر میکنن دارن از یه زاویه به واقعیت خارجی نگاه میکنن نقض قرضه یعنی اگر قرض از تیم ورک و قرض ما از کار گروهی هایرارکیکال یا سلسله مراتبی رفتیم به کار گروهی تیمی از دیکتاتورشیپ رفتیم به سمت دموکراسی اگه این اتفاق بیفته که در یک حکومت دموکراتیک مثل در آمریکا گفتن آقا اه, بریم به عراق حمله بکنیم به خاطر این سلاحای های کشتار جمعی داره همه گفتن ای ای این سلاح های کشتار, کشتار جمعی داره بردن تو مجلس مثلا از 700 تا نماینده 690 تاش گفتن بله حمله کنیم من برام چه نظر اوجه کشتار جمعی نبوده 3 تریلیون دلار هم بده ای بالا آوردن چرا این اتفاق افتاده به خاطر که رفته تو اون مجلس اون کس بالاخره همه که هیچ نیستن یه میدونن میدونستن که سندی ارائه نشده وقتی ما الان بعد از 20 سال میدونیم می, دونست می, دونست می که سندی ارائه نشده اونایی که اونجا بودن به نخره میدونستن که سندی ارائه نشده ولی کسی یا تعداد خیلی معدودی اظهار نظر مخالف با تصمیم گیری جمعی کردن نتیجه میشه تصمیم گیری های غلط یعنی گروه زدگی به وجود میاد حالا توی سوشال میدیا این بلا به سر تک تک اعضای گروه میاد یعنی مثلا ما با دوستان و فامیل و اینا توی گروه هستیم یا همکارات توی گروه هستیم اینا مثلا به انگلیسی میگن کامیونیتی اف پرکتیس یعنی یه گروهی تشکیل میشه یک زیر جامعه ای از کسایی که شغل مشترک دارن کامیونیتیز اف اینترست زیر جامعه هایی که علایق مشترک با هم دیگه دارن یا که فامیلن این گروه ها به یکی از این زیر جامعه ها تقسیم میشن به دلیلی تشکیل میشن ولی وقتی که تو در این شرایط گروه زدگی قرار میگیره کم کم این نظرات مخالف از اونجا رخت بر میبنده و یه دفراد هموژن همگون اون تو باقی میمونن و آخر سر اثر وجودی اون گروه خیلی خوب ها ممکن است از زندگیشون اونجا لذت میبرن ولی برای, برای هدف ما که تصمیم میگیری درست و شراخت واقعیت چیز خوبی نیست برای این چیز خوبیه مثل فرض کن شما غذای چرب و شیرین و اینا بخورین خیلی لذت میبری ولی واسه سلامتی خوب نیست اینه مشکلی که برای در واقع اه اه تصمیم گیری درست ناشی از این گروه زدگی یا گروپ به وجود میاد حالا من چند تا مثال بذارم که البته خب محققین طبق معمول در ساینس بحث هستش که به قطعی نیست ولی مثلا به عنوان مثال میگن خب آلمان از زمان جنگ جهانی دوم خیلی از کشورها رو گرفته بوده و داشته می جنگیده نصف اروپا رو اشغال کرده بوده و خب این چرا بیاد یه کاری بکنه که حمله بکنه به روسیه و شکست آلمان ها هم یکی از دلایلش رو هستن که این استرچ شده یعنی بیش از حد کش اومدن آمریک... آلمانه در جنگ با روسیه خب یه همچین اشتباه غیر منطقی رو تحقیق کردن خب چرا این اتفاق افتاده چرا مثلا یک آقای هیتلر که دانشمندایی مثل هایزنبرگ و اینا کار میکردن شرودینگر و اینا اونجا به دنیا آمدن این همه دانشمند بزرگ اونجا وجود داشته چرا یک همچین تصمیم احمقانه ای رو گرفتن و این جنرال هایی که این همه فیروزی و موفقیت ها در جنگ با اروپا داشتن چرا همچین تصمیم احمقانه ای گرفتن که برن تو این سرما با مثلا استالین به جنگ این رو برمیگردونن به همین ماجرایی که در فضای فکری نازی ها این نازی هر چقدر اینا مثلا باهوش رو تحصیل کرده و اینا بودن مشکل گروپ یا همین گروه زدگی وجود داشته یعنی یک توجه بیش از حد به رهبری هیتلر که این هیتلر رو در حد مثلا یک خدای نابغه فلان که نباید حرف رو حرفش زد پذیرفتن دو ترس که ما, ما ترس ناشی از تایید دیگران میگیم ترس واقعی که طرف نگیرن بکشنش این اینو اینا باعث میشده که این جنرال هایی که اونجا بودن و تصمیم گیرندگان این حرکت نظراتی که مربوط به خطر این تصمیم هست رو ساپرس کردن آه... کوبیدن ب... دز... بیانش خودداری کردن در نجه گفتن آقا بریم حمله کنیم آقا ما میتونیم آقا گفتن بله میتونیم به بچه چه, چه. آه... هایل هیتلر چقدر خوب این تصمیمات رهبر ما چقدر تا حالا نابغه آمیز بوده بریم مسکو رو بگیریم و این یک موردی بوده که در واقع در تاریخ ثبت شده که یکی از های این تصمیم غلط این بوده که در واقع تفکر نقادانه در اون گروه تصمیم گیری شده بوده مورد سرزدگی قرار گرفته بوده مثال دیگرش در بی آف پیگزه که آمریکا بعد از انقلاب کوبا حمله میکنن به که کوبا رو بگیرن و اینا و این نیرو پیاده میکنن در کوبا و از یک کشور نا... کوچیک کوچی که چیز شکست میخوره این پروژه در واقع ضد انقلابیون کوبا و بعد که تحقیق میکنن میبینن که اوور کرده بودن قدرت خودشون رو که فهم میکنن آره دیگه اینجا یه انقلاب توی جزیره کوچیکی به نام کوباس و ما دو دقیقه کمک میکنیم اینا برن اونجا رو نابود کنن و دوباره اونجا نشون داده شده بوده که وقتی جنرال ها داشتن این تصمیم گیری رو میکردن نظرات مخالف رو اجازه بیانش رو ندادن و تحقیقات نشون داده که بعد که کندی با این شکست مواجه میشه در تصمیم گاری گیری بعدیش که خیلی میگن تصمیم گیری آمریکا در این زمینه محتاطانه و موفقیت آمیز بوده که ماجرای پیاده شدن در واقع سلاح‌های اتمی روسیه در همین کوبا بوده خیلی با حزم و احتیاط بیشتر عمل میکنه و اونجا محققین نشون دادن که کندی تو تیم تصمیم گیری اندفعه با درسی که از اون بیا پیکس گرفته بوده افراد متفا... متفاوت موافق و مخالف میاره میذاره تو تیم از جناهای مختلف میاره میذاره تو تیم و بهشون در واقع میگن که یعنی قطعا این بوده که خود کندی در جلسات تصمیم نمیرفته شرکت کنه اون مدیر که اون که حرفایی که میخوان حد میزنن این دوست داره بشنور رو نگن این برای هر مدیری به نظر من درس جالبیه یک فردی که یه بار گروپ تیم گزیدتش بار دوم گفت آقا من تو جلسات نمیام شرکت کنم که شما نفهمید من نظرم چیه واقعا نظراتتون رو بگین چون لیدرها این خطر رو ایجاد میکنن در گروه ها جلوی رهبرشون اعضای تیم جرات نمیکنن نظرات مخالف و ابعاد مختلف قضیه رو بگن و حالا یا ب... مثلا تو فرنگ ایرانی شاد فرنگ احترام مثلا طرف مدیری پروژه شده کار مهندسای پروژه جرات نمیکنن جلوی آقای مهندس فلانی مثلا که ارشد ما هست نظر مخالفه مثلا بگیم اینجور اینجا وقتی مدیری همچین چیزی رو میفهمه خوب هستش که نره تو اون جلسات شرکت کنه بگه آقا این تیم خودش تصمیم گیری کنه من نظرمو نمیگم و در واقع در مورد, در مورد همین عراق هم که گفتم میگن که حمله حمله جورج بوش به عراق بر اساس یک خبر فیک حالا برگردونیش به صحبت جلسه قبلمون یک اطلاعی که الان دیگه همه میدونن که اثری از کسره های کشتار جمعی نبوده یه حرف این در واقع میشه دیس نه یک اطلاع غلطی به عمد مطرح شده بوده که هیچ پرپایی نداشته و همه قبول میکنن و هیچ کس هم نه هیچکس کس بالاخره تعداد بسیار زیادی از گروه های تصمیم, تصمیم, گیرنده در دنیا و در آمریکا در مقابل این صحبت موزه گیری نمی کنن از نظر نمی کنه، یا اگر می کنن بسیار محدود در این حرکت اجتماع انجام میشه و میلیاردها دلار آمریکا بدهکار میشه و غیره و غیر. خب حالا این در واقع وضعیتی هستش که ما باهاش مواجه هستیم چگونه ما باید اه به اه برسیم به راه حل برای این مشکل یه بار دیگه من این علل این ماجرا که چرا این اتفاق میفته رو میگم و بعد میپردازیم به اه 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 راه حل هاش ما در چه وضع زمانی هستیم نصر کنم اجراتا دقیقه فاصله فرصت خب که شما یه جنبندی یا در حوزه صحبتی که میخواین ادامه بدین ادامه بدین چون بیشتر از این طولانی بشه دوستانی که ما رو نگاه میکنن بعد یه مقداری مشکل براشون پیش میاد همین توی این بازده زمانی خواهش میکنم خب علالش رو چندین علت پیش بینی یکی اینکه که گروه ها اعضایی که در یک گروه وجود دارن اینا معمولا یک حافظه مشترکی دارن یعنی افرادی که میرن به گروه ناخداگاه اگر که گروه به صورت ارگانیک تشکیل شده, شده و یه مدیری نباشه که این افراد مختلف رو قشنگ اونجا جا بده با تنوع اقاید. ما معمولا افرادی که با هم تشکیل میشن بالاخره یا فامیل هستن یا از جای همدیگه میشن در نتیجه حافظه مشترک دارن این حافظه مشترک ایجاد کننده اون گرایش اون بایاز هستش یعنی اینطور نیستش که مردم بگن آقا خب ما دیوانه ایم بیایم بریم یه گروه همگی تشکیل بدیم که ضرر کنیم نه <تص> معمولا خب ما با کسایی که دوست آشنا هستیم گروه تشکیل میدیم یا همکار هستیم یا هم فکر هستیم یا هم علاقه چه داریم این باعث میشه که خب طرف این افراد با همدیگه زمینه فکری و جهان بینی های مشترک دارن درجه وقتی گروه تشکیل میدن خود این یه عامل ایجاد این گروه های همگن هست که متاسفانه و وقتش تنوع نظرات وجود نداره اه، دیگه اه، مسئله رهبری هست که اشاره کردیم این رهبری خب لیدرشپ اصلا یه درسی شما میخواین مدیریت بخونیم و لیدرشپ یاد بگیرین لیدرشپ واجبه رهبری خیلی خوبه به خاطر اینکه کارا افراد مختلف همه رو در جهت هدف مشترک انجام بدن ولی بعد وقتی که در موقع تصمیم گیری باعث بشه که نظرات مختلف گفته نشه و جوانب مختلف دیده نشه و واقعیت خارجی اونطوری که هست در ذهن ما نقش نبنده یعنی همونقدر که تو درس لیدرشی باید به این توجه بشه که رهبری برای رسیدن به هدف خوبه هم باید توجه بشه که این رهبری باید بشه که تنوع عقاید و ازار نظر رو از بین بره خودش مانع رسیدن به هدف میشه چون اصلا ما واقعیت رو درست نشناختیم که بخوایم مثلا پل بسازیم زمین شناس نکنه به ما بگه اینجا این پل نمیشه ساخت این پل خوب خراب میشه و مورد بعدیش در واقع این هستش که گروه ها همون فردی که نظر متفاوت داره یه کاستی واسش داره که بگه چون میخواد که تاییدیه بگیره از دیگران هم گروه ها دوست دارن که تنش توشون نباشه و جلوگیری از تنش داشته باشن یه محیط آرام و فران ناخداغا میخواد داشته این هم باز برای تصدیق دست جمعی بسیار بده یکی دیگه نیاز انسان هست به سوشال ایدنتیفیکشن نیاز انسان به اینکه خودش رو جزوی از یه گروه بدونه اینا چیزهای واقعیه یعنی انسان ها از تو کار که بودن تنهایی زندگی نمیکردن گروهی زندگی میکردن و انسان ها دوست دارن که خودشونو عضو یه گروهی بدونن حالا آره یه وقت میبینی طرف میره عضو یه حزب میشه یه وقت میبینی عضو یه کالت یا گروهکی فلانی میشه یه ده مثلا میرن دوز فرض کن این که ما سوار چجور موتوری بشیم اون نیازشون رو از تیپ مثلا ما هممون وقتی سوار موتورسیکلت میشیم کت چرمی تنه میمونه هفته یه بار این کار رو تکرار میکنیم یا اینکه عضو فلان گروه مذهبی بشن یا فلان حزب سیاسی بشن و این در واقع که فرد در خلوت خودش و در حضور دیگران دو به این نیاز داره که خودشو یک جزی از یک جمع ببینه هستن انسانهایی که اینجوری نباشن ولی اکثر انسانها به این نیاز دارن اگه شده بگه که آقا من طرفدار فلان تیم فوتبال هستم یک قرون هم از اون تیم فوتبال بهش نمیرسه یا من طرفدار فلان تیم بسکتبال هستم ولی من که طرفدار مثلا تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز هستم یه نفری هستم از میلیون ها نفر که جز طرفدار ها این تیم هستن من مثلا پرسپولیسی هستم چه نیازی وجود داره این این نیاز یه نیاز ذاتیه یه نیاز عقلی برای تصمیم گیری نیست ولی انسان ها به نیاز دارن اینو ما اگه نفهمیم جهان خارجمون رو درست نشخیم و این نیاز به آیدنتیفیکشن یعنی نیاز به اینکه من دوز به فلان گروه هستم این خودش یکی از دلایلی است که انسان ها از اون ابراز نظر خاصی که خودشون دارن خودداری میکنن تا یه وقت از اون گروه ترد نشن توی مثلا یه گروه تلگرامی هستن همه یه نظری دارن طرف دوباره یه نظری رو میده بعد میبینه باش برخورد سرد شد حتی خب این دوست داره هنوز بگه من عضو تلگرامی، گروه تلگرامی مثلا دکترای شهر کاشانم مثلا دوست داره از اون گروه بنزنش بیرون یا از این لذت میبره که عضو اون هستش این هستش که این از این میشه که تنوع عقاید اونجا به وجود بیاد و یک چیز دیگه هم نرم اجتماعی هست یعنی دوباره این نرم اجتماعی چه واقعی باشن چه در وسط رسانه ها به ما القا شده باشن ما فکر میکنیم که نرم این هستش که مثلا خانوم ها باید دامن بپوشن این دیگه یه چیزیست که کاملا هیچ فلسفه علمی نداره ولی خانوم ها باید دامن بپوشن آره نباید دامن بپوشن نورم. این میشه سوشال نرم این نه ریاضیات تصمیمش کرده نه فیزیکی رو تایید کرده بلکه یک نرمی است که وجود اومده این سوشال نرم ها دیکته میکنه که یه نفری مثلا یه مردی دامن بپوشه این نه خلاف شهر کرده نه خلاف قانون کرده نه پلیس بیاد بگیرتش ولی اگر این آقا دامن بپوشه و تو اسکاتلندم نباشه این نرم های اجتماعی رو زیر پا گذاشته اگر همه اگه نرم این هستش که همه مثلا فلان فکر رو بکنن من اگه یه فکری مخالف رو اون رو ابراز بکنم این در واقع سوشال نرم رو وایلیت کردن علت زیری اون چیزی که در اول صحبت گفتیم که انسان ها دوست دارن بگیرن به خاطر اون سوشال نرم ها هست اون نرم های اجتماعی پیش فرض هایی که همین مثلا مثلا که مرد باید حتما شلوار بپوشه این خیلی قویه این انقدر قویه که شما زیر پا گذاشته شده در حد صفره یک وقتی یه چیزی انقدر قوی به عنوان سوشال نرم قرار بگیره تو گفتگو و توی تصمیم گیری و تو شناخت جهان خارج هم از این میشه که کسی که یه جور دیگه فکر میکنه نظرش رو بیان بکنه و خطر عکس این خطر ایزولاسیون یعنی خطر اینکه منو کنار بذارم منو تنها بذارم من اگر یه چیزی بگم دیگه هیچکی با من مثلا بازی نکنه اینا باعث میشه که فرد توی اون گروه که قرار میگیره نظرات خودش نگه من دوباره برمیگردم به اصل ماجرا باشه که هدف از کل کار تیمی و کار دموکراتیک بحث و گفتگو بین نظرات مختلف و پیدا کردن بهترین تصمیم است وگرنه که اینا اه 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 چی میگن نقض قرص خواهد حالا قسمت آخری صحبت هم که دیگه ایشالا بتونم بیتین تایم فریم جمعش بکنم چرا راهحلهایی وجود داره برای اینکه ما اه یک اه رسانه ها نتونن به ما فشار بیارن که آقا سوشال نور فران چیزه اصلا سوشال, سوشال نور اون چیزی که به ما میگن نیست یعنی اکثریت جامعه اینطوری که به ما میگن اصلا فکر نمیکنه و دو اینکه حالا اگرم فکر میکنه ما نباید تمام این چیزها رو که حالا آگاه شدیم حالا که فهمیدیم چرا ما تو این جمع جرئت نمیکنیم حرف بزنیم حالا که به اهمیت اینکه نظر مخالف داشته باشیم واقف شدیم اونایی هم که تو گروه های هستن که دست جمعی همشون عین هم فکر به اهمیت اینکه چه چی چیزایی رو نمیشنمن. <applause> واقع شدن یعنی ببینید شما اگر یکی از اون افرادی هستین که معمولا نظراتتون رو نمیگین دونستن این ماجرا مهمه اگر یکی از اون افرادی هستین که تو همه گروه های هستین همه این همن گروه های کوهسیف قشنگ میرین تو تلگرام تو گروه که همه تو و چه چه یه چیز رو اونا امیدوارم الان متوجه شده باشن که در واقع تو این گروه که هستین شما خیلی چیزا رو دارین میس میکنین از دست میدین خیلی گفته ها رو شما نمیشنوین در اثر حضورتون در گروه های نامگو. راه حل اولش اینه هر کس که این برای این مسئله آگاه میشه بعد آگاهانه و با پذیرفتن هزینهش بره و عضو گروه هایی بشه که با خودش همزان فکر نمی کنن. این خیلی چیز عجیبیه الان شاید به این فکر بکنین شاید کمتر کسی این کارو بکنه ولی یکی از راه حلا اینه آلمانه و آمدانه بری عضو یه گروه بشین که مثل شما فکر نمی کنن. چون شما آدم عاقل و تیزوشی هستین و میدونید که میخواین واقعیت خارجی رو از همه جوانه بسنجیم. در نجه نمیخواین فقط حرفای خودتون به همه ها بشه میریم و در گروه های مختلف عضو میشین و حالا راه های سیستماتیکی که مطرح شده اگر کسی داره یه گروهی رو تشکیل میده از افراد متنوع بیاره تو اون گروه دعوت کنه اصلا این مدیر هست افراد متنوعی رو تو اون گروه به کنه حتی اگر همه افراد مثل هم فکر میکنن قرار بذاره با دوستاش به یکیشون بگه آقا تو بیا و نظرات اون جناه مخالف رو بگو آگاهانه ها یعنی اصلا فرض میکنیم تو هم با ما هم عقیده هستی اصلا خواهش میکنیم برو فران نظر مخالف رو بخون بیار به ما بگو حتی این یه مقدار غیرعملیه به خاطر که کسی که این کار رو بپذیره یعنی معمور بشه به ارائه نظرات مخالف به خوبی یه نفری که واقعا مخالف نیست نظرات رو مطرح نخواهد کرد ولی که اون نظرات مخالف و به گوش مردم میرسه و راجبش فکری میکنن که آقا این فکر هم هست راجب این ماجرا هم راجب واقعیت خارجی هم راجب راه ام ام انگلیسیش این میشه یعنی یه نفری رو انتخاب میکنن به عنوان اینکه مثلا مدافع شیطانه یعنی ما اصلا همه با هم عمقیده این که این ایده ها ایده های شیطانیه ولی از میاریمش که تو جمع گفته بشه دیول در یکی را دیگه سیستماتیکش همین کاریست که کندی کرده رهبران و اون افرادی که از نظر اجتماعی سوشال کپیتال سرمایه اجتماعی زیادی دارن توی جلسات شرکت نکنن یا یعنی شرکت میکنن ازار نظر نکنن ولی حتی اگر باشن و ازار نظرم نکنن حضورشون ممکنه باعث بشه که نظری رو ندن دیگران اینه که باید کسی که سوشال کپیتال بالایی داره یا سرمایه اجتماعی بالایی داره دعوت بکنه از دیگران بگو آقا من حالا یه حرفی زدم یه حرفای منم مثلا زیاد شما جدی نگیرین اگه مخالف هستین بگین اینو اون کسانی که احساس میکنن سرمایه اجتماعی بالایی دارن در اون گروه در اون سوشال میدیا در اون جامعه که هستن باید دعوت بکنن خواهش بکنن که نظرات من رو بگید. این نگم؟ به خصوص مثلا تو کالچرهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه این وجود داره که در واقع فرهنگ اجتماعی وجود داره حتی تو کشورهای ایندیویدوالیستیک که فردگرایی هم رایجه ولی این مسئله از بین نرفته یعنی حتی تو کشورهای که خیلی فرهنگ فردگرایانه‌ای داره هنوز هم این وجود داره طرف اصلا رهبری هم نداره فقط توی سازمان مثلا اون مدیر اینا کارمندن یه چند مثلا بهش احترامی هم قائل با سن و این هم نیست چون جامعهشون فرق داره ولی هنوز این خطر وجود داره هر فقط به خاطر که طرف رئیس نظرشون نمیگن و ام یه راه دیگه که پیشاشون اینه که در چندین گروه مثلا اگر میخواین یه تصمیم گیری صورت بگیره به سه تا گروه که افراد متفاوت توش هستن این گروه این تصمیم گیری واگذار بشه مثلا اون تصمیم گیری راجع به شاتر فرض کن دو تا گروه مهندسی مختلف روی این تصمیم کار کنن افرادش با هم فرق کنن که حالا شاید تو این گروه یه جو دیگه حاکم باشه این جو نگیرتشون و اجازه گفتگو درش به وجود بیاد یکی دیگه مدیران و اون کسایی جلسات اداره میکنن یا حالا فقط توی گروه اجتماعی که مدیر به صورت نداره همه همدیگر رو تشویق میکنن که راه های متواوت داده بشه یک راجع واقعیت خارجی دیدگاه های مختلف راجع به اینکه این واقعیت خارجی چی هست گفته بشه ابعادش مثلا یه فاجعه ای صورت گرفته ابعادش واقعا از همه جوانه دیده بشه اجتماعی انسانی محیط زیستی فلان اقتصادی فقط همه نه از در اقتصادی پدیده تحلیل بکنن و یکی دیگه اش که از دید در واقع راه حل که آقا حالا واقعیت اینه یه همچین مشکلی رو ما داریم مثلا میگه آقا راه حلش نستش که این پل خوب کار نمیکنه این پول بزنیم خراب کنیم همین میگه خب بله پول خراب کنیم دیگه خب پول این پول بعدو دیگه نداریم دیگه این اصرار بشه از طرف مدیر پروژه که آقا راه حلای دیگر هم بگو غیر از اینکه این پلو خراب کنیم تعمیرش هم مثلا میشه کرد یه خط دیگه هم بهش میشه اضافه کرد میشه نیروهای کمکی بهش اضافه کرد میشه 20 راه دیگه مثلا به نظرتون بی خود. ولی او همون رو بهش میگن برین یا طوفان ایده ها بیاین تشویق بکنه اون کسی که تو اون گروه وجود داره بگو آقا اصلا ما حالا نمیخوایم مثلا اینا رو اجرا کنیم ولی شما هرچی به فکرتون میرسه ازتون خواهش میکنم تمنا میکنم بیایم بگیم واقعا اینجوری ها اگه تمنا نکنیم مردم چون هز... گفتیم چقدر هزینه داره واسه اون فرد نمیاد بگه باید یه کاری بکنیم که واقعا میزان خواهش تمنای گروه برای اظهار نظر مخالف طوری باشه که بر اون ترس و هزینه ها غلبه بکنه و به یادآوری به هم دیگه برای که هدف ما از این کار تو این گروه تو این جمع تو این کلاب سوشال میدیا این هستش که دنیا رو بهتر بشناسیم واقعیت رو بهتر ببینیم راه حل درست در پیدا کنیم این رو ای تکرار بکنیم اینجا ما دور هم جمع نشدیم که حواس هم دیگه به و چه, چه کنیم این اگر تکرار بشه باز شانس این که نظرات مخالف و متنوع بیان بشه میبره بالاتر و هیچ داوری ها در حد فردی این افراد پیشتاوری های خودشون رو وقتی تو گروه جمعی هستن کنار بذارن و واقعا به خودشون فکر من الان اومدم تو این جمع اون چیزایی که خودم بردم و بهش معتقدم و فهم کنم درسته که درسته؟, درسته اومدم یه چیزی جدید یاد بگیرم اگه همه هر چیزی که من میگم عین همونو بگم پس من هیچ یاد نگرفتم یه ذره این دید منفعت طلبی رو داشته باشن در مورد اینکه نظرات مخالف هم گفته بشه و این پیشتاوری اینا رو به خاطر حتی منفعت شخصی خودمونم که شده کنار بذاریم که بیان دیگران نظرشون بگم ما یه چیزی گیرمون بیاد تو این گفتگوه توی این سوشال میدیا و با افراد خارج از گروه وارد بحث بشیم یعنی به خودمون این اجازه رو بدیم که وارد یه گروهی که میشیم این مقدار حالت جسارت میخواد که شما وارد یه گروهی بشین که همه با شما مخالف هستن و از قبل بگین آقا من اومدم اینجا که این نظر رو به مورد چکشکاری قرار بدم من میدونم الان این حرف رو بزنم همه این حرف همه از این حرف انتقاد خواهند کرد با علم به این اینجا دیگه اون ایگو من که من دوست داشتم همه تایید بگیرم و اینا توسط شخص کنار گذاشته شده در نمی ترسه میگه من قبل از اظهار نظر میگه من اومدم که این ایده که من دارم رو و میدونم که اصلا همه باش مخالفن بگم ببینم چرا باش مخالفن اینجا در واقع یک یه مقدار اراده میخواد و خداگاهی ولی خب خیلی هم منفعتش زیاده وقتی که اینکه هم اون جمع نظرات متفاوت رو میشنون همون فردی که یه نظر متفاوت داره میتونه تمام انتقاداتی که جمع داره شاید هم ب... مطرح بکنه و اصلا ببینه انتقاداتی که جمع داشتن پرپایه چندانی نداشته یا اصلا مطرح بکنه ببینه اون حالت دومه اصلا از این جمعی که فکر میکنه باش مخالفن اکثریت باش موافق هم هستن ولی اون این جسارت باید داشته باشه که اینو مطرح بکنه و اه... من فکر می‌کنم دیگه به کافی راه حل‌های متنوع و صحبت کردیم امیدوارم امروز تونسته باشیم اه، اه، در بین تایم فریم لازمه صحبت رو جمع کنیم بله بله با. بسیار عالی حالا چند دقیقه ای ما از وقتمون گذشت ولی مشکلی نیست چون این قسمت آخر صحبتاتون آقای دکتر بسیار بسیار مهم بود یعنی این قسمت راه حل هایی که دادید پس از اینکه موضوعات رو از لحاظ مش... نوع مشکل بیان کردین چه اتفاقایی میفته چه آسیبایی میزنه و این راه حلایی که بیان کردین من فکر کنم برای بینندگان ما خیلی باید ارزشمند باشه که روش کار کنن و اینکه در واقع بیان و سعی کنن این حوزه دید خودشون رو وسیعتر بکنن و سعی کنن که با گفتگو در واقع در زمینه های مختلف و از نظرات مختلف این دید خودشون رو در واقع یه مقداری این زاویه دید رو باز کنن و بهتر بتونن اون واقعیت های بیرون رو تشخیص بدن اگرچه اگر نظر شخصی منو بخواین همه نظرات قابل نیستن که انرژی گذاشته بشه بسیاری از نظرات نظرات بیپایه و سطحی و شاید غیر تخصصی و اثر بیکاری باشه ولی خوب هستند هم افرادی که تخصص دارند از افرادی که تجربه دارند افرادی که حرف منطقی میزنند مستدل صحبت میکنند و افرادی که اطلاعات کافی دارند من منظورم اینه که بیشتر سعی کنیم که نظرهایی که میدیم یک خصوصیاتی که داشته باشه این خصوصیات رو داشته باشه یعنی اگر اطلاعاتی نداریم در زمینه ای سعی کنیم نظری در اون زمینه ندیم بیشتر شنوا باشیم اگر هم شنونده باشیم اگر هم تجربه ای نداریم اگر هم کلا انسان مستدل و منطقی نیستیم خود روی این خصوصیات خودمون کار کنیم اینا چون میتونه بیشتر آسیبزا باشه اصلا اون تیم رو از هدف اولیش منحرف کنه یعنی میدونید یعنی اون تیم وقتی که چنین افرادی توش باشن یه دفعه دیدین که اصلا منحرف شد جای دیگه رفت انرژی گذاشته وقت گذاشته زمان همه اینا گذاشته شده ولی یه دفعه هدف تیم اصلا یه چیز دیگه شد حالا من بیشتر از این صحبت نمی کنم آقای دکتر خیلی 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 اطلاعات جالبی دادین من خودم خیلی استفاده کردم من فکر کنم که دوستانی که علاقمندن باید این برنامه رو حداقل دو دفعه گوش بدن و برای خودشون نوت بردارن و یادداشت‌های از این صحبت‌های آقای دکتر بردارن چون بسیار مهم بود این صحبت و من بیشتر از این دیگه طولانیش نمی کنم اگر صحبت پایانی دارین آقای دکتر بفرمایید خواهش بود بله من در ارتباط با این صحبتی که شما کردین این نکته رو بگم بعد از اینکه یک گروه دینامیک و دارای تنوع فکری لازم که داشته باشه رو ما ایجاد کردیم شما داشتین الان در صحبت پایانی به این اشاره میکردین که چه خطراتی حالا گروه های دارای تنوع فکری رو تهدید میکنه ما دوست داریم که در گروه ها تنوع فکری وجود داشته باشه ولی اگر افرادی در این گروه ها حضور داشته باشن که این مایندستی که الان یا طرز جهانبینی که برای رسیدن به دیرگاه واقع گرایانه رو نشد باشن بلکه هدفشون این باشه که بخوان یا اون گروه رو خراب بکنن یا اینکه بخوان جمع رو به هدف خودش نذارن برسه یا اینکه از پیش اصلا طرف پول گرفته اومده جمع رو خراب کنه مثلا یا اینکه به خاطر اهداف ایدئولوژیکی که خودش داره میخواد مانع از این بشه که گفتگوها به اون سمتی که مورد نظرش نیست پیش بره اینا خطرات دیگری هستش که گروه تهدید میکنه مسائل تصمیم گیری گروهی فقط این یه دونه گروپ تینک نیست که ناشی از یک نواختی فکریه مسائل دیگه هم هست حالا جلسات دیگه اشاره صحبت میکنیم اون تیکه که الان شما بهش اشاره کردین یه خطر دیگری است که در یک گروه حالا تنوع فکری وجود داره برای اینکه این افراد بتونن از این گروه متنوع فکریشون که حالا ما دوستش داریم تنوع فکری توش وجود داره به نتیجه برسه باید یه سری شرایط دیگه هم وجود داشته باشه که من الان فقط اسمشو میگم بعد دیگه جلسات بس دارم کنیم یکیش پسیو اکسپتنسه یعنی وقتی توی گروه صحبت میشه من نظرم میگم که مخالف نظر جمعه نظرات دیگران رو براشون احترام قائل بشم حتی اگر نپذیرفتم میپذیرم که دیگران نظرات متفاوت با من دارن اگر یه کسی در یه گروه حضور پیدا بکنه و بخواد نظر خودش رو به دیگران دیکته کنه چه در اقلیت باشه چه در اکثریت باشه این اون گروه خراب میکنه اگر یه فردی در یه جمع باشه م... تابع منطق نباشه یعنی وارد بحث با دیگران بشه ولی بگه آقا من چون مثلا بابام به من اینو گفته همینی که هست و هی بخواد رو اون مسئله اصرا بکنه این دوباره جمع رو از هم دیگه میپاشه و مسائل دیگه بحث تصمیم گیری های جمعی به این یه دونه مورد ختم نمیشه ولی از اینجا شروع میشه حالا که ما گروهی داشتیم که توش نظرات متنوع ارائه شد حالا تو جلسه بعدی میتونیم صحبت بکنیم که چه دینامیک هایی و چه روش هایی وجود داره که در این جمع بشه تصمیم گیری های درست انجام بشه مثل مثالی که راجع به مخفیانه که گفتم اون یک راه حلیست است برای یه مشکلاتی که وجود داره برای این افرادی هم که الان شما گفتین که میان و بدون اینکه راجع مطلب اطلاعی داشته باشن روی نظر خودشون پافشاری میکنن یا, نظر... یا سعی میکنن جمع از هم بپاشونن و این حرفا دایور دایورژن ایجاد کنن به جای دایورسیتی دایورسیتی یعنی تنوع نظرات دایورژن یعنی مردم از هم دیگه بعدشون بیاد اینا هم هست دیگه در جلسه بعدی درس بسیار بسیار عالی پس خیلی نکات جالبی بود من امیدوارم عزیزانی که ما رو نگاه میکنن حتما توجه کنن حتما و این تفاوت احترام به تفاوت ها رو شما در انتها گفتید نظریات مختلف و این تفاوت هایی که وجود دلیل نداره که آدم در گفتگو حتما وارد جر و بحثی بشه بلکه نظرات رو بشنوه به تفاوت ها در این نظریات احترام بگذاره و با هم یک گفتگو کنه چون جر و بحث با گفتگو در واقع متفاوته به حال خیلی متشکرم آقای دکتر من از بینندگانم خدافزی میکنم تا جلسات بعدی که در خدمت آقای دکتر باشیم شب و روزتون خوش متشکرم خدافز